درود بر شما دوستان عزیزم، شروع میکنیم در تمرین 3 از درس 1 کتاب آرتس بای آینس داس ایس اونکل ویلی. من یکم این تصویر رو براتون بزرگتر میکنم که امیدوارم که اینطوری خوانا باشه. قبل از اینکه این درس رو شروع بکنم، در واقع این تمرین رو شروع بکنم، بهتون میگم که این در مورد همون اسم مالکیت، یعنی در کل این درس راجع به در واقع گرامر مربوط به موضوعیاتی که شما میتونید مالکیت یه چیزی رو در واقع به کسی نسبت بدید. حالا اگر با صفت ملکی نشون بدید که قبلا خوندیم و یه دونه ما اس داشتیم و کلمه فون. حالا من اینجا براتون توضیح میدم. اگر خاطرتون باشه ما توی دروس درس آینس بود، همون اوایل درس بود که ما یه اس مالکیت داشتیم. مثلا چی بود؟ ما یه کلمه داشتیم فون و یه کلمه هم داشتیم اس. در واقع این اس دو تا حالت ما میتونستیم با این فون و اس بیاییم مالکیت یه چیز رو نشون بدیم. مثلا من میخواستم بگم که در فاتر فون فرشته، یعنی میشد در فاتر میشد پدر فرشته. حتی این فون همون کاری رو میکرد که کسره برای ما انجام میده در زبان فارسی. ما میگیم پدر فرشته. مثلا من اینجا این کسره رو الان نمیتونم براتون بذارم. وقتی میگیم پدر این ا فرشته، این ای که اینجا میگیم، این فون همین کار این ا رو اینجا انجام میده. پس در فاتر فون فرشته. حالا همین کار رو میتونستم، همین پدر فرشته رو یک جوری دیگه هم براتون بگم فرش تس بعد فاته. این اسی هم که اینجا هست، اینم همون کار ا رو انجام میده، همین پدر ر فرشته. در واقع من دارم اینجا فاته رو برمیگردونم با این اسه به فرشته. میخوام بگم این پدر مربوط به فرشته هست، پدر ر فرشته. اینجا با آرتیکل در فاته میارم فون فرشته. هیچ فرقی نمیکنه که شما با کدوم حالت بگیم، ولی شما باید کاملا روی موضوع مسلط بشید که اگه یه جای اس دیدی تعجب نکنید، فکر نکنید این اس اس جمع هست. این درس رو خوندیم، اینم یه مروری بود در واقع. خب میگه داس ایس اونکل ویلی، میگه اون در واقع اونکل هم میشه دایی هم میشه عمو. بذارید پس من کلمات هم دیگه براتون بنویسم همینجا. اونکل خب اسم هست، هم به معنی دایی میشه هم به معنی عمو میشه. داس ایس اونکل ویلی، اون دایی یا دایی ویلی یا عمو ویلی هست. این هست قتل. قتل یعنی معما. پس بذارید من اینم براتون بنویسم، اینم قتل، اینم اسم هست یعنی معما. معما یا چیستان، معما در واقع دیگه، ما تو فارسی بهش میگیم معما. حالا میگه ور ایز داس، چه کسی هست ابن اون. واست ماینزی، شما چی فکر میکنید؟ ماینن رو یادتون دیگه، قبلا بهتون گفته بودم وقتی میگن واست ماینزی یعنی شما چی فکر میکنید، یعنی نظر شما چیه. قویتسنزی آن قویتسن فعل ترکیبی هست، در واقع جدا شدنی هستش، به معنی علامت زدن. کویفنزی آن یعنی علامت بزنید. چی رو باید علامت بزنیم؟ از این نومه آن سنومه فیه چهار تا جمله رو گفته، بعد اومده جلوش یه سری در واقع دوتا گزینه داده، مثلا گفته پاوز نفر پاوز اونکل. خب بعد ما باید علامت بزنیم که کدوم یکی از اینها درست هستش. حالا نومه آنس در بغود فون پاولز فاته ایست، میگه برادر. خوب نگاه کنیم، من چون نمیتونم اینو مثل پدف قبلی که سطح قبلی داشتیم براتون مارکیرن کنم علامت بزنم، باید روی متن خیلی دقت کنیم و این چیزی که من میخونم. در بوده یعنی برادر، ر این فون، برادر ر پاول فاتر، پدر ر پاول هست. خب حالا میگه برادر پدر پاول هست، حالا باید بگیم چی هست. حالا
یه چیزی که نکته‌ای که اینجا مهمه، مهم نیست که ما اینجا حالا چی علامت میزنیم، مهم اینه که ما یه گرامری رو که با هم میخونیم تشخیص بدیم. اینجا دقیقا این هر دو تا حالت، این اس و این فون رو که من برای شما گفتم، این دو تا حالت رو برای شما آورده. الان بهتون نشون میدم. اول اینکه گفته در بغود فون پاول، اصلا این اس رو ندید بگیرید، در بغود فون پاول یعنی برادر پاول. اگر میدونش پاول یعنی برادر ره پاول، چون گفته در بغود فون پاول، تا اینجا که مشکلی نیست. حالا بجز این که اومده گفته برادر پاول، فوراً بعد پاول هم یه دونه اس گذاشته، یه چیزی رو به پاول نسبت داده. یعنی ما وقتی بعد پاول میبینید اس گذاشته، این هر اسمی که پشتش بیاد به پاول نسبت داده میشه، نه به برادرش، یعنی نه به این اسم قبلی. پس نگاه کنید هر جا که این اس مالکیت بیاد، فوراً اون چیزی که بعدشه به خودش نسبت داده میشه. پس اینجا دو تا حالت، این اس، این فون و این اس مالکیت رو آورده. چجوری آورده؟ میگه در بغود فون پاولز فاتر. یعنی چی؟ یعنی برادر ره. اگر پاول رو فقط آورده بود اس نداشته، میگفتم برادر پاول، ولی میگه برادر ره پدر ره پاول. من فهم کنم حالا کاملا متوجه شدیم. بعد از پاول یه دونه اس مالکیت گذاشته، میگه برادر ره. حالا بعد اینجا اول تکلیفمون رو معلوم کنیم. اگر اس داره، پس باید بریم اول سراغ اسم بعدیش. برادر ره، چون اس داره میریم سراغ اسم بعدیش. پدر ره پاول ایست، پس میگه برادر پدر پاول هست کی؟ پاولز نفه. پاولز نفه، نفه یعنی چی؟ الان براتون میگم. خب زیت از کلمات جدیدم همینجا براتون بنویسم. نفه اسم هستش. نفه به برادرزاده، بزنید چه میگم، به پسر برادر یا خواهر میگن نفه. یعنی خواهرزاده یا برادرزاده شما اگر مذکر باشه میشه نفه، اگر مؤنث باشه میشه چی؟ نیخته. پس میشه دختر برادر یا خواهر. یعنی هر دوی اینا، چه نفه چه نیخته، هر دوشون در واقع توی آلمانی میگن نیخته. نفه تو هختویچ میگن نیخته، توی سوئیس میگن نیخته. اگر نفه یا نیخته باشه، هر جفتش خواهرزاده برادرزاده است. منتها اگر خواهرزاده یا برادرزاده شما پسره، یعنی مذکره، مرد، میخواد راجبش صحبت کنید، باید بگید نفه، که توی نفه نشون میدید که پسر برادر یا خواهرتونه دارید راجبش صحبت میکنید، یا میگید نیخته. نیخته میشه دختر برادر یا خواهر. خب بعد اینجا چی گفت؟ میگه پاولز نفه. یعنی چی؟ این پاولز بازم نفه برمیگرده به پاول دیگه. حتی اگه این توی جمله به همین طولانی که میبینید تو شماره یک بود، بازم نگاه کنید هر جا اسم مالکیت هست، بعد اس رو به قبل اس ربط بدید. خیلی این خیلی واضح شد براتون. بعد از اس رو به قبل از این اسم مالکیت ربط بدید. الان بعد از اس چیه؟ نفه. پس میشه چی؟ میشه برادرزاده است که منظورش پسره دیگه. برادرزاده، چون اینجا گفته در بغودر میشه چی؟ برادر دیگه. فرض کنید داره راجع پسر صحبت میکنه، پس میشه برادرزاده یه، میای به پاول میچسبونی، برادرزاده پاول. حالا این یکی چی میشه؟ میشه پاولز اونکل، پس میشه دایی یا عمویه، چون هر دو مرده. داره خود شماره یک گفته در بغودر، وقتی میگه در بغودر، پس ما حق نداریم دیگه خواهرزاده بگیم، مثلا یعنی نفر رو بگیم خواهرزاده. اون کلام که دایی یا عمو، دایی یا عمو یه پاول. نومر 2، در زون فون پاولز تانته. دوباره اینجا همون ساختار رو برده، میگه پسر، در زون یعنی پسر، فون اون اه هست، پاولز تانته. فقط اینو نگاه کنید، پاولز تانته یعنی خاله پاول، درست؟ یا عمه پاول، فرق نمیکنه، خاله یا عمه. پس تانته، بذارید اینم من براتون بنویسم، تانته میشه خاله یا عمه، درست شد؟ حالا میگه درزون یعنی پسر ره،
پسر کی؟ پاوله؟ نه، میگی چون پاول اس گذاشته بعدش، پس یه چیزی دوباره هم میخواد به پاول رفت بده. عمه یا خاله پاول، پس میگی پسره. حالا فرض کنید بگیم عمه پاول هست، هست. حالا میخواد بگی چه نسبتی باش داره، بگه زاین شویگرزون. شویگرزون یعنی داماد. شویگرزون، اینم اس هست یعنی داماد. شویگر زون میشه داماد. خب پس میگه که کجا بودیم؟ شماره دو بودیم. میگه پسر خاله پاول در زون فون پاول تانته. در زون فون پاول میشه پسر پاول، ولی چون اس داره میگیم چی بعد از اس خاله، چی قبلشه؟ پاول. پس پسر خاله پاول هست زاین شویگر زون. یه نکته پنهان دیگه اینجا هست در مورد نومیناتیو آکوزاتیو، اینا که بهتون گفته بودم، الان تو جمله ایست اومده به معنی بودن یا هستن. بهتون گفته بودم وقتی زاین صرفی از فعل زاین میاد جمله چی هست؟ نومیناتیو. به همین علتم چون گفته در زون ایست زاین، زاین هیچ تغییری نکرده. چرا تغییر نکرده؟ چون شویگر زون اولا مذکره، بعدش هم جمله نومیناتیوه. وقتی میخوای برای سوم شخص برای ار بذاری همون زاین زاین باقی میمونه. پس میشه در زون فون پاول تانت، پسر خاله پاول هست. زاین شپیگر زون هست دامادش، دامادش چون زاین آورده دیگه، دامادش. و در زاین کوزین. خب کوزین میشه چی؟ میشه پسر عمو یا پسر دایی. خب این هم میشه پسر عمو یا پسر دایی. خب نومد غی شماره 3 در اوپا میگه پدر بزرگ. خب فون پاول پدر بزرگ پاول اوند فرانکا و فرانکا هات این شوسته. میگه پدر بزرگ پاول و فرانکا داره یک خواهر. درست شد؟ دارد یک خواهر. خب یک خواهر دارد. بعد میگه که دی توخته دختر فون زاین رشبسته. دختر ره اینجا فون این معنی رو میده دیگه. در واقع تا اینجای درس که خوندیم، تا این سطحی که خوندیم، فون معنی های زیادی داره، ولی دی توخته فون دختر ره کی زاینر شبسته. چرا شده زاینر شوسته؟ برای اینکه فون حرف اضافه داتیف سازه. وقتی فون رو یه جایی میبینید، اگر قرار باشه بعدش آرتیکل بیارید یا اگر قرار بعدش صفت ملکی بیارید، خاصیت اون رو تغییر میده به شکل داتیوی. چجوری تغییر میده؟ میگه آقا هر جایی بعد از من یا بعد از میت، هر جایی که هر چیزی اومد باید تغییر بکنه به شکل داتیوی بشه. من اصلا کاری با خود جمله دیگه ندارم. همیشه گفتم حرفش در واقع زور حرف اضافه به زور فعل تو جملمون میچربه. پس اگر شوستر دی شوستر هست، دی در داتیو میشه چی؟ در. پس زاینه میشه چی؟ زاینر. فقط به خاطر که فون اومده. حالا اگه این فونو من بردارم، ببین من اینجا می نویسم، من می نویسم زاین شوستر ایست مثلا اختین یا آلت. درست شد؟ چون ایست هست و حرف اضافه هم ندارم، اینجا جمله چی هست؟ نومیناتیو. درست؟ اینجا جمله نومیناتیوه، اینم نومیناتیو. ولی اینجا اومده میگه که جمله من چی بود؟ اومده میگه که دی توخته فون زاینر شوسته. میگه خب اینجا من اصلا ایست دارم. میگه خب تو که گفتی که هر جا ایست به معنی بودن بیار جمله نومیناتیوه، پس چرا خودت اینجا داری نفیش میکنی؟ من قبلا هم بهتون گفتم توی دو فکرم 4 تا 5 تا پست قبلی بود بهتون گفتم، گفتم هر جایی حرف اضافه اومد
اصلا کلا اون حرف اضافه نقشش رو بشناسی، اگه نقش حرف اضافه داتیوی زورش به فعل میچسبه، آکوزاتیوی میچربه، مصدر میخوام میچربه، اگر آکوزاتیوی هم هست همینطور، نه اینکه فقط اگه داتیو هست زورش بیشتره، کلا اگر در جمله شما حرف اضافه دیدید که با فعل میاد یا بدون فعل میاد، اگر قرار بعد از حرف اضافه صفت ملکی یا آرتیکل اسمی بیاد و شما مجبورید آرتیکلش رو بنویسید، حتما شکل جمله از نومیناتیو یا آکوزاتیو یا داتیو خارج میشه. نگاه کنید به خاصیت حرف اضافتون. تا الان شما یه چندتایی رو خوندید، فون رو خوندید، میت رو خوندید، حالا من الان خاطرم نیستش، ولی این دوتایی که خوندید حرف اضافه هستش، و شما بیت رو خوندید، فکر میکنم 20 رو خونده، الان دقیقا خاطرم نیست، ولی تو دروس قبلی نگاه کنیم ما حدودا شاید 3 تا 4 حرف اضافه خونده باشیم که من فونومیت رو کاملا یادم، 20 رو هم یادمه. پس بعد از فون دیگه وقتی میاد میگه نه دیگه، من زورم به این ایسته اینجا که تو میگی نومیناتیوه میچربه، من میگم این داتیویه، یعنی من میگم من داتیوم و جمله باید داتیو بشه. یعنی چی؟ شوسته میشه دی، در داتیو دی تبدیل به در میشه، پس اگر زاینه مثل این بالا هست، مذر میخوام جمع میشم زاینه، اگر زاینه این بالا هستش، زاینه رو من میکنم زاینر، چون من دی رو میکنم در. ببین ما در داتیو داشتیم در و داس میشد دم، و دی رو داشتیم که میشه چی؟ در. حالا با جمعش هم کار نداریم، دی یک چیز هم داشتیم که میشه دن به اضافه، بعد اسم داشتیم به اضافه ان میشد، درسته؟ پس اینجا ما الان این قاعده رو داریم، دی تبدیل به در میشه. من خیلی موافقم که اینا رو براتون توضیح میدم، برای که خود جملات که اساسا کاری نداره ترجمه کردن، شما باید خودتون هم حتی اگر درس میخونید همه اینا رو تو ذهنتون تحلیل کنید، شک کنید، صبر کنید، سرش تو پیدا بکنید چرا اینجا شده زاینر، چرا اینجا شده زاینه، اینا رو همه رو باید خودتون هم همین کار بکنید. خب دی توخته فون زاینرش فسته، میگه دختر خواهرش، زاینرش فسته دختر خواهرش هست، پس داره راجع به دختر صحبت میکنه، زاینه نیشته، زاینه نیشته. خب حالا این چی میشه؟ میگه دختر خواهرش هست، خواهرزادش یا آره دیگه خواهرزادش، ولی دختر هست دیگه، منظورش اینه خواهرزاده یا برادرزادش، ولی دختر هست، زین نیشته، یا زین تانته یا خالش. پس میگه دختر خواهرش هست، دختر خواهرش هست، زین نیشته یعنی خواهرزاده، زین تانته. خب خالش که نمیشه، خواهرزادش میشه، خودش هم داره میگه دختر خواهرش. نمفیه شماره 4، در اوپا ایست، میگه پدر بزرگ هست، در بغوده برادر، در شویگر فاته. خب ما باید شویگر فاته یعنی چی؟ یعنی پدر زن یا پدر شوهر، هر دوش معنی میده. پس من اینو ادامه بذارید من اینو رو پاک کنم، شویگر فاته پس میشه پدر زن یا پدر شوهر، شویگر موتر میشه چی؟ یه الان براتون راحت دیگه، میشه مادر زن یا مادر شوهر، شویگر موتر. شویگر زون میشه چی؟ اینجا خوندید دیگه، هر جای شویگر بیاد درست شد، یعنی نسبت مستقیم با شما نداره، اینو یادتون باشه، هر جای کلمه شویگر بیاد بعدش ببینید چیه، زونه دیگه، یعنی مثل پسر خوانده میشه، ولی پسر خوانده نیستن، داماد میشه. شویگر موتر یعنی موتر شما نیست، ولی به نوعی موتر شما هم، یعنی مادر شما هم میشه، مثل مادر زن یا مادر شوهر. شویگر فاتر، فاتر شما یا پدر شما نیست، ولی به نوعی با شما نسبت پیدا میکنه. اینا که بهتون میگم راهیه که خودم برای حفظ اینا رفتم، ولی ممکنه به درد شما بخوره، ممکنم نپسندید، به هر حال مهم اینه که این کلمات رو به ذهنتون بسپارید. خب میگه پدر بزرگ هست، در بغود برادر، یا درش ویگ فاتر پدر زن، چون دیگه در اوپا داریم میگیم دیگه نمیتونیم بگیم آره، پدر زن یا پدر شوهر. حالا چرا میگم پدر شوهر ره؟ برای اینکه اینجا فون داره، فون
فرانکاس اوند پاول موتر. پس میگه پدر بزرگ هست، برادر یا پدر زن پدر شوهر فرانکا، مادر پاول و فرانکا. ببین فرانکاس اس گذشته اون، میخواد بگه یعنی مادره به فرانکا هم رب داره. این فرانکاس اون پاول موتر، میگه پدر بزرگ هست، برادر مادر پاول و فرانکا، یا اینکه پدر بزرگ هست پدر شوهر مادر پاول و فرانکا. خب امیدوارم که این درس رو متوجه شده باشید. اجازه بدید من پست اون درس رو براتون بذارم و ادامه بدم. متشکرم. خدا نگهدار.